بوشهر 1273 هجری قمری 1856 میلادی. هرات برای سومین بار در محاصره نیروهای ایران است. امپراتوری دریاها مرزهای شمال غربی هند را در خطر می‌بیند. هشدار می‌دهد به تکاپو می‌افتد. بهانه مناسبی است برای تسلط بر خلیج فارس. سرباز هندی و انگلیسی را به کشتی می‌نشاند و روانه بوشهر می‌کند، چرا که دولت قاجار پهنه جنوب را به امان خدا رها کرده است. در آرامشی وهمنگیز مردان جنوب، مردان تنگستان در سایه نخل‌هایشان به نیلی دریا نگاه می‌کنند تا میهمان ناخوانده از راه برسد. یا علی، قلعه ریشهر تا بوشهر چقدر راه است؟ حدود 2 فرسخه کاپیتان. اینها کیند؟ مثل این که پسر باقر خانه، احمد خانه تنگستونیه. باید از اینجا بریم، اگه منو ببینن میکشن. صبر کن، اینجا میمونیم نمیریم، ما اونها رو میگیریم. احمد خانو؟ اونم اینجا نزدیک ریشه؟ کاپیتان مگه شما دیوونه شدین؟ مگه ممکنه؟ گفتم این کارو میکنیم. کجا رفتی؟ من دیدنمون کارمون ساخته است کاپیتان. صبر کن، تو پول گرفتی باید با ما باشی. ای گوان تیک شلتر. خیلی خوب، با هم میریم. باید بریم کاپیتان. تفنگ چجوری دارن؟ فتیله‌ای، از اون قدیمی ها. کارشون پس تمومه. دستگیر کردن احمد تنگستونی، اونم اینجا؟ دست بستم نمیتونی بگیریش کاپیتان. ممکنه همین الان دورور ما باشن. کاپیتان، اینجوری خودتو ما رو به کشتن نده. این یه دامه، یه تله است. بهتره حالا که میتونیم فرار کنیم. فرار؟ دیگر دیر شده، هرچی من میگم بکن. سنگر بگیر. کدوم طرف سنگر بگیرم؟ دشمن کدوم طرفه؟ عجب گرفتاری شد.
بچکون، چرا معطلی؟ تکون نخوری؟ تفنگا زمین، گفتم تفنگا زمین. بیفت جلا، برا نبیاف. کجایی هستی؟ من بندرریگی هم. بندرریگی هستی؟ لباس تنگستونی میپوشی؟ اسمت چیه؟ غلام علی. تو غلوم علی هستی یا غلوم انگلیسا؟ برو جلو. چی کار میکنی خورشیدون؟ اسیر جنگیه دیگه، دارم میبندمش. اسیر کدوم جنگ؟ این آدم یه عمره که اسیره، آزادش کن. انگلیسی رو دریا، نباید مردنی باشه. بجام دستاتو بیار جلو. شما واسه چی میجنگین؟ نمیدونی؟ زبون ما رو نمیفهمی، بالاخره یه روزی میفهمی. را برو. بچم تو آزادی، میتونی بری. آزادی اینجا. احمد خان بعد قلقی میکنه، خلاصش کنم؟ نه صبر کن. چرا با من مثل یک دشمن رفتار میکنی؟ اگه شما ما رو غافلگیر کرده بودین غیر از این رفتار میکردین؟ خب نقشتون چیه؟ نقشه‌ای در کار نیست، ما برای شکار رفته بودیم. من کاپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم. بفرما نماینده خلیج فارس، آب بدم بخور. بیا این آبو بخور. آب جناب بالیوس، حرف بزنی یا حرف نزنی من میدونم چه نقشه‌ای داری، اما مطمئن باش اگه یه دفعه دیگه پا تو از چهار دیواری بالیوس خونه بیرون بذاری زنده نمیمونی. من فقط از دولت کدام دستور میگیرم. کدوم دولت؟ همون که از لندن دستور میده تا به هستی مردم تجاوز کنه. رسی این هندیا برای چی با اینا هم دست میشن؟
خدا عالمه دختر، شاید مجبورن. مسئله اینه که قبول ظلم کردن، الان باید سپر بلاشونم بشن. این بدبختی که امروز گله خورد، اگه من اونو نمیزدم اون منو میزد، مجبوره. حالا اگه ازش بپرسی برای چی، برای کی، اصلا چطور فکر میکنی ما دشمن تیم، شونه بالا میندازه. نمیدونه. اما این مردی که این برای کی و چی میجنگه؟ نمیدونه که امروز نوبت هندی هست، فردا نوبت خودشه. خب خالو خسته نباشی، حتما میدونی اونا چه فکرهایی تو سرشونه. برای چی نمیشینی؟ خب تعریف کن. مگه نفست بریده؟ حرف بزن دیگه. والا والا چه عرض کنم، من که گفتم درست نمیدونم چه نقشه ای دارن، فقط همینقدر میدونم. هرچی میدونی بگو. مطمئن باش اگه حرف بزنی جونت در امونه. مثل این که اختلافشون با دولت مرکزه. کاپیتان میگفت ما با شما طرف نیستیم، شما رعیتین، طرف ما دولت مرکزیه. پس برای چی به تهرون اردو نمیکشن؟ والا چه عرض کنم، با خان بندری که صحبت میکردن، من شنفتم ضرب العجل دادن به دولت مرکزی، با بعضی از قوانین دیگه هم گپ زدم، اما از شما و خان دشتی و سهراب خان قشقایی خاطر جمع نیستن. اگه محاصره هرات موقوف نشه بوشهر رو ضبط میکنن. خب کی خیال دارن این کارو بکنن؟ درست نمیدونم، مصممن که اردو رو پیاده کنن. کی؟ از کجا؟ از بمبئی. شاید هم یه عده‌ای رو از بحرین بیارن. چند نفر؟ حتما کمتر از 7-8 هزار نفر نیستن. 7-8 هزار نفر. 7-8 هزار نفر. باور کن من بی تقصیرم، من مطیع خان خودمونم، 8 سر عائله دارم. بفرما ما رو مرخصمون کنه. فعلا که مهمون مایی. خب تکلیف ما که روشنه، باید دست به کار بشیم. نظر شما چیه پدر؟ خدا عاقبت کارو به خیر کنه. توکل تو علالله، بشر تسلیم مشیت الهی. پدر توکل به خدا درست، ولی افلیش که نیستیم، باست بجنگیم. دشمن داره زیر در خونه ما جاسوسی میکنه، بشینیم تا در رو بشکنه بیا تو؟ از فرق ما به اون هندیه چیه؟ 7000 نفر، اردوی 7000 نفری، سوار نظام، پیاده نظام، سواره و پیاده، جهاز جنگی، توپ. فکرشو کردی؟ با چی میخوای بجنگی؟ دست خالی که نمیشه. این قلعه خرابه که اصلا وضع مکان جنگی نداره. جوانی، پرشوری، شتاب داری، بیگدار که نمیشه با آب زد، باید وضع خودمونم بسنجیم.
پدر، اول مشیت خداوندی رو بهانه میکنی، حالا قدرت دشمنو، اصل قضیه رو الان گفتی. بالاخره چی کار باید کرد؟ ما زاده این آب و خاکیم، وجب به وجبشو میشناسیم. اردوی دشمن 7000 نفره، میخواد کجا بره؟ از بیابی هلاک میشه، اونم تو این درندشت. یه توفنگ چیه ما برای 10 تاشون بسه؟ چندون به یار و یاورم نیستیم. خان دشتی با ماست، سهراب خان قشقایی هم که بیکار نمیشینه. نظر حاکم بوشهرم همینه، اما اون با اون همه چاف و تعدی به گردن تنگستونیا حقی نداره. پدر، ما که به خاطر حاکم بوشهر نمی جنگیم، حساب حکومت بوشهر رو بعدنم میشه تصدیه کرد. فعلا طرف ما اجنبیه، باید هممون جلوی اون وایسیم. پشت به دشمن کردن یعنی تسلیم. اما باید جوانب کارم سنجید. نماز فردا با دیگران شورو مشورت میکنیم. باشه. اللهم صل على محمد آل محمد. طيب الله، طيب الله، قبول بشه. طيب الله. با این اوضاع احوالی که پیش اومده، نمیدونم تکلیف امت اسلام چی میشه. کردار مسلمین در هر دوره‌ای مشمول احکام قرآن کریمه. در موقعیت فعلی مجتهد باید تعیین تکلیف بکنه. خب فتوای مجتهدم بر اساس قرآن. قرآن هیچ وقت نمیگه دست رو دست بذارید تا دشمن وارد خونتون بشه. آقا جون، انگلیس میگه ول کن تا ول کنم. حالا تو افغانستون چی سراغ کرده خدا عالمه. تازه اصلاً هرات جزء ایرونه. بله. فکرشو بکن، 12 فرسخ تا حضرت رضاست. فقط 12 فرسخ. تازه من شنفتم زبون و مذهبشون هم با ما یکیه. بله. انگلیسا از نفوذ روسیه به سرحدات هند میترسن، وگرنه چه دلشون به حراش. حراش بله. قضیه پناهنده شدن میرزا هاشم هم که تکلیف کردن زنش به بالیوزخونه تهران تحویل بشه، وگرنه قطع رابطه میکنن و این طور و اون طور میشه، مستمسکه. بهانه. بله. هر بچه اینو میدونه. بله. بارک الله حسام السلطنه، یاد عباس میرزا رو زنده کرد. اما میدونی ملت تو این وضعیت یه صدر اعظم میخواد مثل مرحوم امیر کبیر. خدا رحمتش کنه، اینا بودن که دخلشو آوردن. حالا چیکار باید کرد؟ راهی بجز مبارزه وجود نداره. حضرت مجتهد اینا شوخی نمی کنن. موقعیت وخیمی پیش میاد. تکلیف مسلمین روشن است. خب بفرمایید، منتظرم. بر هر حال منتظر شنیدن نظر. احکام صریح در این باره هست. ما در شرایط جهاد هستیم آقایون. بر ماست که طبق احکام و فرامین اسلام عمل کنیم. آقایان محترم، برادران دینی، بفرمید بنشینید. بنده عرایزی دارم. بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوند می‌فرماید با کسانی که با شما پیکار می‌کنند پیکار کنید و به آنها مهلت ندهید. احترام خانه خدا را داشته باشید. ولی اگر آنان در مسجد الحرام نیز با شما پیکار کردند،
با آنها بجنگید. چنین است کیفر کافران. برادران دینی من آگاهند که موج فتنه عالم اسلام را فرا گرفته است. همه ی آقایان مستحضرند که انگلیسی های قاصب قصد حمله به بلاد ما را دارند. وظیفه دولت وقت هرچه هست، تکلیف شرعی مسلمانان نیز معلوم است. از حقیر در باب این قضیه استفسار شده، بنا به نص آیه شریفه جهاد بر همه مسلمین واجب است. تفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بله آقا فرمودن که جهاد در این کمیسی مرمون خب برای بعد اگه همه هم معلوم بفرمید این حالا باید چی کار لاجت چی دشمن به خود که خدایا خدایا ما را شر این دشمن آقا هیچ وقت دست نمیدونم. اما باقر کان و احمد کان به دستور حکومت بوشهر نیست که مقاومت کرد. البته عالی جناب بالیوس خوب میدونن که تنگستونی ها هیچ وقت تا این حد از حاکم حکومت ناراضی نبودن، اما با وجود این اگر خیلی خوبه درست. من از همین موقعیت باید به نفع امپراتوری استفاده کرد. میرزا احمد کان تو با اونها حرف بزن. بگو از دشمنی با ما نفع نمیبرم هرگز. عالی جناب بالیوس یعنی میفرماین که من برم قلعه ریشر پیش اونها؟ باور بفرمایید نتیجه عاید نمیشه. خواهش میکنم بنده را از این کار معاف بفرمایید. گوش اونها به این حرفا بدهکار نیست. یعنی چه؟ چرا معاف از این کار بشی؟ نکنه بعد از این همه سال خیال داری از خدمت دولت فقیه معاف بشی ها؟ بسیار گفت. خیر عالی جناب، غرض بنده این نیست. مراتب خدمتگزاری چاکر تا به حال باید به شما روشن شده باشه. حالا اگر تصور می‌فرمایید که این مذاکرات حاصلی داره، بسیار خوب. اما دیگر نداره. این کار شما به کوبی و کشی تنگستانی ها و مردم بوشهر هست. اختلافی هست بین دو دولت، خون مردم چرا ریخته بشه؟ سعی کنین با جواب مساعد برگردیم.
برو برو. کی هستی؟ میرزا احمدم، از بوشهر اومدم، برای باقرخان پیغامی دارم. تشریف دارن؟ بله هستن. خیلی خوب، در باز کنید. سلام علیکم. سلامت باشید. باقرخانم هست؟ بفرمید. دلاوری و جوانمردی گذشت اون روزا، دیگه دوره اینجور حرفا نیست، به صلاح مردم جنوب نیست. غرض بنده اینه که نذاریم خون رعیت مسلمون بی جهت ریخته بشه. اختلافی بین دو دولت یه جوری حل میشه، بالاخره خودشون یه جوری با هم کنار میان. جوانای ما چرا تو این گیرودار فنا بشن؟ نه خدا رو خوش میاد، خدا رو خوش میاد. ما به خاطر هستی و عزت خودمون می جنگیم. خدای ما جهاد در مقابل ظلم و تجاوز و تکلیفمون قرار داده. هر چقدر که دشمن قوی باشه این تکلیف رو انجام می دیم. راستی کاپیتان غیر از دلسوزی به حال رعیت مسلمون کار دیگه ای نداره؟ بفرمایید ببینم، رفتاری که دیروز احمد خان با کاپیتان فیلیکس کرده در شأن یک ملت متمدنه؟ این شخص نماینده کل امپراتوری بریتانیا در خلیج فارسه. هر کس میخواد باشه، عملش مهمه. فرستاده شخص ملکه ویکتوریاست، برای خودش مقامی داره. یعنی چه؟ کرور کرور مردم جنوب تجارت و کسب و کارشون دست ایناست. حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که راه تجارت با هند رو ببندن. میرزا تو خودت میدونی که این مردک مشغول چه کاریه. تو از خودت نمیپرسی که این مردی که چه حق داره اطراف ریشر تجسس کنه؟ اینا به ما ضرب العجل دارن که چنین و چنان میکنی، یعنی بر سر موضوعی که با اونا هیچ ارتباطی نداره با دولت ما در حال جنگ هست. بقیده شما این نهایت جوون مردی نیست که ما اجازه داریم نعش کثیفش از این منطقه ببره؟ این تمدن نیست؟ اگه ما میخواستیم مثل اونا رفتار بکنیم تا حالا تفنگچی ها بدنشو قطعه قطعه کرده بودن. والا چه عرض کنم، من از این کارا سر در نمیارم. میرزا تو کار سیاست هستی، چطور از این قضیه ساده سر در نمیاری؟ حالا دیگه مردم ساده تنگستون هم همه چیزو میفهمن. از اون گذشته تو با کاپیتان خیلی رفیقی، چرا ازش نمیپرسی؟ ازش چی بپرسم؟ یعنی به تو هیچی نمیگه؟ اونا که حرفاشونو به ما نمیزنن. پس چرا آلت دست میشی؟ احمد خان من یه منشی ساده‌ام، در این موردم وظیفه‌ای ندارم. همونطور که عرض کردم غرضم وساطت بود، حال خود دانی. بیشتر از این اسباب زحمت نمیشم. یا الله. خب خدا حافظ شما، ببخشید مزاحم شدم. راستی شنیدم این غلام علی بندرریگی خدمت شماست. البته نمیخواستم فضولی بکنم اما از نگه داشتنش همچین نتیجه ای آید نمیشه. باور بفرمایید زن و بچهش خیلی مضطربن. در این مورد عنایتی بفرمایید ثواب داره، اهل منزلش هم دعاگو میشن. زن و بچهش نگرانن یا کاپیتان فلیکس جونز؟ فعلا که جاش راحته میرزا، خاطرتون جمع باشه. خب مرحمت آقایون زیاد. خوش آمدید به سلامت. خورشیدی و همراهشون برو. بله اطاعت. خدا عالمه چه نقشه، باید فکر همه جوانه به کار بود. اعتبار هر قلعهی به برجاش، چرا که برج تو چشمه.
وقتی مطلع بشن موجای محکمی داریم حساب کار خودشونو میکنن. کسی چه میدونه، شاید اصلا منصرف بشن. چرا منصرف بشن؟ به خاطر این برجای پوسیده که چهار تا مرد با تفنگ حسن موسی توش پاسداری میدن؟ گیرم که مهمترین قلعه نظامی هم مال ما باشه، اما تا وقتی تفنگ به دست نگرفتیم و نجنگیدیم رو بود و نبودمون هیچ جور حسابی نمیشه. از اون گذشته یادم میاد خودت چند دفعه بهم گفتی دشمن رو نباید دست کم گرفت، ما باید بیرون قلعه به دشمن ضربه بزنیم. خود قلعه سنگر آخری ماست. زود باش، زود باش. زرستن؟ بله. این سنگر باید به اندازه دو گز بیاد بالا. جای ریشه زنم خالی بزن. چشم. برای برجام باید یه فکری کرد. به اونجا میرسی. مهم سنگرهای طرف دریاست. بدر. اونا که جرئت ندارن از زمینی حمله کنن. پس لابد از راه دریا میان. باید از اونجا جلوشونو بگیریم. سنگر به سنگر تا قلعه. این سنگر آخریه. حالا حتی داری از اونجا حمله میکنن؟ بله، فقط از اونجاست که کشتیهاشون میتونن قلعه رو به توپ ببندن. اول میکوبن، بعدم از همونجا پیاده میشن. خیلیرم راهیش کنیم با مادر بره. من که حریفش نشدم، دختر یه دنده یه. هر چه میگم حالیش نیست. برید اینجا، خاکارو برید اینجا، زود باش. به جنبی، بیا، تونتر بیا. برید بیا. یلا، یلا، تونتر. معطل نکنین، دست نکنین، جلد باشین یه ذره. تون تر بیار بینم، بریش اونجا خاکا رو. بودو، بودو بابا جون، بودو بیار. فلش کن، بودو. هماشون بسته باشین. آوازه باشین نیفته. ای کشیم بالا، آوازه باشین. باشین. علی، علی آرد. علی، 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 دست بکش، دست بکش. خسته نمیشه. این یکی هم به درد نمیخوره، همه پوسیده است. خب علی بک، حال اوضاع چطوره؟ شاید دوتاشون به درد بخورن، اون چرخ داره بهترن، اقلا بهتر میشه تکونشون داد. خب هر چند تا که میتونی رو برا کن تا بعدم ببینیم چی میشه. باروت هم کم داریم، چرا از قورخونه حکومتی نمیگیریم؟ حاکم بوشهر باید کمک کنه. دریابگی کارشکنی نکنه، کمکش پیشکشش. من یکی حاضر نیستم. این حرفا چیه؟ وظیفه‌شه به ما کمک کنه. هر چی که میخوای صورت وسایلو بده به این، من خودم فردا میرم باش گردم. باشه احمد خان. باقر خان، خانه دشتی اومدن. بالاخره اومد. سلام خان. سلام علیکم. سلام احمد خان. حالا چطوره؟ هر چی فکر میکنم کار مشکلیه، غیر ممکنه با این اسباب و وضعیت. پدر چاره دیگه ای نداریم، تنها که نیستیم. این مسلمه که شما تنها نیستین. وظیفه هر کسیه تو این امر مقدس شما رو همراهی کنه. روی هر نوع کمک بنده میتونین حساب کنین. خب البته فعلا یه مقدار مشکلات محلی داریم که انشاءالله به زودی برطرف میشه. اون وقت من و تمام مردای دشتی در اختیار شما هستیم. ضرری نداره که سهراب خان قشقایی هم از موضوع مطلع بشه. منظورتون از مشکلات محلی چیه؟ مطلع هستین که 6-7 ماهه یه عده راهزن مزاحم مردم دشتی هستن که انشاءالله به زودی تکلیف اونا رو یه سره میکنیم. نگرانی ما در حال حاضر فقط به خاطر این قضیه است. یقیناً این ادرم کاپیتان فلیکس تحریک میکنه. خب البته به این وسیله برای بنده و جناب عالی سرگرمی درست میکنه. پس باید ریشه رو زد. همراهی شما به حل مشکل خودتونم کمک میکنه. وظیفه ماست. این نهایت جوان مردی شماست. اگه خان راجب امر خیری که صحبتش شده تصمیم گرفتن، اجازه بفرمایین که ترتیب کارو بدین. اهل منزلم بی‌تعارف میتونن تشریف بیارن خرمج. متشکرم. خونه خودشونه. متشکرم. اما در واقع بفرمایید که دو امر خیر در پیشه. راستی یادم رفت حال همشیره رو بپرسم. وقت جسین پدر. بالاخره این امر باید واقع بشه. خانه دشتی هم که عجله دارن. نه عجله نیست، اما من فکر کردم اگه در واقع میشد. خب شما بزرگترین، هر جور شما صلاح بدونین. در مورد همشیره منم بحثی نیست، نظر احمد خان شرطه. البته طرفینم که مایل هستن، فقط
اوضاع زمونه فعلا کمی ناجوره. انشاءالله درست میشه. خیری؟ بله پدر. بیا ببینم چرا نمیای پیش ما. بیا تو دخترم. بشین. احوال شما؟ سلامت باشین. بالاخره چه تصمیمی گرفتین؟ والا چه عرض کنم پدر؟ منظورم اینه که با مادر تو بچه ها میری یا تو قلعه میمونی؟ من با شما تو قلعه میمونم. راستی همشیره خدمتون سلام رسوند. سلامت باشه. عجب، چرا همشیره احوال احمد خان رو نمیپرسه؟ معلوم میشه صحبت یه طرفه است. موسیقی